درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. در یک رویداد شوکه کننده، همسر سابق یک آخوند حکومتی مطرح در ایران طی مصاحبه‌ای با رسانه‌های وابسته به مخالفین جمهوری اسلامی ادعایی سنگین کرده است که می‌تواند در ادامه ماجرای سقطی گیت یک لکه ننگ بزرگ دیگر بر دامن ناپاک رژیم جمهوری اسلامی باشد. همسر این آخوند با نام مستعار زینب که برای حفظ حریم خصوصی از این اسم استفاده کرده است، ادعا کرده است که همسر سابق او به طور منظم با پسران جوان به خانه خود می آمد و با آنها می خوابید. او می گوید که این امر چند سال به طول انجام می ده، او به خاطر ترس از تهدیدات و ترس از ننگ در جامعه سکوت کرده بود. زینب ادعا می کند که در برخی مواقع او حتی مجبور شده بود تا خودش را در اتاق خواب خود قفل کند و بسیاری از شبها به خاطر وحشت و ترس از شوهرش نتوانسته است بخوابد. او می گوید آنها، یعنی پسران جوان، اغلب وسط شب می آمدند و تا صبح می ماندند. من از وحشت نمی توانستم بخوابم. زینب اکنون به دنبال این است تا صدای خود را در جامعه منعکس کند و برای حقوق خود و حقوق دیگر زنان که در شرایط مشابه قرار دارند بجنگد. او میگوید من میخواهم دیگر زنان بدانند که آنها نیز میتوانند صدای خود را برای حقوق خود برافراشته کنند. در حالی که ادعاهای زینب موجب نگرانی گسترده‌ای در ایران و خارج از کشور شده است، سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی از رژیم جمهوری اسلامی میخواهد تا تحقیقات جامعی درباره این ادعاها انجام دهد، چرا که به دلیل قوانین جمهوری اسلامی و مسبوط ماندن چنین اتفاقاتی و حمایت همه جانبه رژیم از آخوندهای حکومتی، حقوق چنین زنانی پایمال خواهد شد. تا کنون هیچ پاسخ رسمی از طرف رژیم جمهوری اسلامی، دولت، حکومت یا نهادهای مربوطه یا این آخوند به این ادعاها ارائه نشده است. در حالی است که چندی پیش ویدئویی در کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی از رابطه جنسی دو مرد منتشر شد که منتشر کنندگان ویدیو مدعی شدند که یکی از این دو نفر رضا ثقتی است. همزمان با انتشار این تصاویر، خبر انتصاب عبدالرضا علی پناه به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان منتشر شد. عزل و انتصابی که نشان دهنده صحت هویت ثقتی در ویدیوی منتشر شده بود. در این بیانیه آمده بود که تغییر مدیر کل ارشاد گیلان با هدف ایجاد فضایی برای بررسی‌های بیشتر و رسیدگی‌های دقیق قضایی انجام شده است. این اولین بار بود که یکی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی به اتهام رابطه جنسی با همجنس برکنار شده بود. در رژیم جمهوری اسلامی رابطه جنسی دو همجنس جرم سنگینی محسوب می‌شود و بر اساس قانون مجازات اسلامی به مجازات‌های سنگین از جمله شلاق و حتی اعدام هم ممکن است منجر شود. علاوه بر ماجرای رضا ثقتی، با استناد به مدارکی که در اختیار رادیو گیلان قرار گرفته بود، حجت الاسلام حق شناس، معاون امر به معروف و نهی از منکر استان گیلان و رئیس مرکز فرهنگی دینی معبر، سالها با باجناق خود و به صورت ضربدری عمل لواط داشته و این موضوع تا شکایت یک خبرنگار به دادگاه روحانیت رفته است، ولی با ورود آیت الله فلاحتی نماینده خامنه‌ای در گیلان ماستمالی می شود و به همین دلیل آخوند حقشناس را با اینکه چند ماه بوده به عنوان دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان انتخاب کرده بودند، سریعاً برکنار می کنند. در ویدیویی که به دست رادیو گیلان رسیده است، آخوند حقشناس که با باجناقش سکس چت می کرده، بحث لواط و فیلمش را خود باجناق او که او هم آخوند است برای همه مسئولین شهرستان بندر انزلی پخش می کند. وی بعداً در بازجویی اعتراف می کند که در حال طلاق دادن زنم بودم و به مهدی حقشناس که باجناق من بود گفتم به مادر زنم بگوید که به علت وضعیت بد مالی از من مهریه نگیرند، که مهدی خودش را کنار کشید و من هم برای اینکه حالش را گرفته و باعث شوم از پست جدیدش برکنار شود، فیلم را با یک شماره غیر برای چند مسئول شهرستانی فرستادم و اصلا نفهمیدم که فیلم چگونه به دست خبرنگاران رسید.
افشای فساد اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در حالی علنی شده که این نهاد به دستور علی خامنه ای در سال 1372 تأسیس شد. در اساسنامه آن آمده است که این نهاد جهت ترویج امر به معروف، نهی از منکر، تبلیغ اسلام، استحکام پایگاه مسلمین، ترغیب آحاد جامعه به اجرای آنچه که از سوی حکومت فریضه نامیده می شود، به امورات سیاستگذاری و انجام فعالیت‌های ترویجی، نظارتی و حمایتی و همچنین هماهنگی‌های ستادی و بین دستگاهی مبادرت می‌ورزد. نهاد مذکور مدعی است که کارش را با تأکید بر تذکر لسانی و با توان و تقویت نظارت عمومی در تمام شؤون و تعاملات اجتماعی انجام می‌دهد. این روزها با دستور علی خامنه‌ای بسیاری تحت عنوان تذکر لسانی با تکیه بر اختیاراتی که رژیم جمهوری اسلامی به آنها می‌دهد و خود را آتش به اختیار می‌نامند، با مردم جامعه و بسیاری از افراد بی‌گناه درگیر می‌شوند و آنها آسیب‌های جانی و مالی می‌زنند و خودشان را قشر برتر جامعه می‌دانند. رؤسای ستادهای امر به معروف و نهی از منکر اغلب ائمه جمعه هستند که مستقیماً توسط علی خامنه‌ای رهبر کودکش رژیم جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند و افرادی چون وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم و صنعت به همراه گروهی از نمایندگان، نماینده قوه قضاییه، نماینده سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی، رؤسای سازمان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرماندهان نیروی انتظامی و بسیج و بسیاری از فرماندهان رد بالای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این ستاد عضو هستند. حقیقتی که نشان می‌دهد این فساد تا چه اندازه می‌تواند نشان دهنده عمق فساد در سر تا پای جمهوری اسلامی و گسترش آن در میان تمامی مسئولان این رژیم باشد. مسئولانی که مردم بیگناه را به خاطر مسائل ناچیزی مانند بیرون بودن مو یا گرفتن دست یک دیگر در خیابانها با مجازات های سنگین روبرو می کنند. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.